معاون رئیس الوزرای امارت اسلامی گفته است که به هیچ کس اجازه محاکمه صحرایی را نمی دهند. این موضوع از قول مولوی عبدالسلام حنفی، معاون دوم ریاست الوزرا در یک اعلامیه حکومت امارت اسلامی نشر شده است. در اعلامیه آمده است که آقای حنفی روز سه‌شنبه در ملاقات با دبرلاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که به محاکم صحرایی در افغانستان اجازه داده نمی شود و هیچ کس حق سرکشی ندارد. او هم از ناحیه خصومت شخصی یک عملی ناهنجار نبانه مسلمانی را انجام داده باشه، یک موردی هست که ما تعقیب کردیم و جلویش میگیریم و جلویش را گرفتیم. و در حالات حاضر ما از ادرس امارت اسلامی هم چور عملی را سراغ نداریم. همزمان با این، در پی انتقادهای شهروندان از بازپرسی بی موجب نیروهای امارت اسلامی، اداره امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی هم برای شهروندان اطمینان می‌دهد که هیچ کس به خاطر پوشش ظاهری مورد انتقاد و بازپرس قرار نمی‌گیرد. نه خیر، دست نشته چې موږ د خلکو ته د لباس فرمایش ورکو چې تاسو باید چې دغه ډول لباس وکړي، او د خویندو په اړه مو د حجاب ویلی دي چې حجاب باید واغوندي. دا زموږ فرمایش نه ده او زموږ فرمان نه ده، بلکې دا د شریعت حکم ده. شماره از شهروندان از این اقدام امارت اسلامی خرسندند و میگویند باید برای خواستهای مردم احترام گذاشته شود. هر یو ځوان کول او حق لري، نو باید هر افغان چې دا باید خپل آزاد پرېښودل سي. په کوم رقم چې دی غواړي ځوند وکړي، آزاد ځوند وکړي. اوس الحمدلله موږ ټول پیشرفته وګړي لرو، دوی پوهیږي د ځوان په طریقه باندې پوهیږي. همچنان مولوی حنفی بر هماهنگی و همکاری بیشتر بین ارگانهای امارت اسلامی و ادارات سازمان ملل متحد تاکید ورزیده، میگوید جلو فساد، بی‌نظمی و پراگندگی گرفته می شود.